ایتس کوین آگوست، چطورید بچه فرش ساین هستم. خوش اومدید به ویدیوی جدید، پارت بعدی توییت های خنددار. بریم هم یه سری توییت های خنددار رو ببینیم با ریپلای های زیرش و جواب های ملت غیور، همون کامنت های زیر توییت ها که فوق العاده خنددار و اصلا کلن فضای تیک تاک فضایی که اومده که روست کنه همه رو، یعنی مردم توشن که همدیگه رو بکوبن. ولی خب ما میریم از دید فانش نگاه میکنیم، خودمونم توییت ها و چالش های باحال میذاریم. این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله بغلش هم بزنید، این صوت توییتر منم این بالا حتما میاد، فالو کنید واسه وایس های اینستاگرام، واسه توییت های توییتر یادتون نره. خیلی خیلی دوستاتون دارم، بذارید بریم ببینیم چه توییت های سمی اومده. Let's go. خانم اومده یه استوری گذاشته، نوشته که الان دارم میرم ابروهامو میکرو بیلدینگ کنم و برشون دارم واسه اولین بار و حقیقتا استرس دارم، ولی ببخشید دایرکت جواب نداده استوری میذارم، ولی حقیقتا یکم سخته با آیفون 13 پرو مکس 256 هم گار کنم. پدر سگ، تو استوری گذاشتی اطلاع رسانی کنی داری میری میکرو بیلدینگ، یا میخواستی بگی گوشی آیفون دارم، بعد دیگه تو دیگه حالا فلکس کردی گوشی تو نوشتی، دیگه چرا سایز گوشی تو نوشتی که این چقدر حجم داره؟ نمردیم و اسم با کلاس ابرو برداشتن هم فهمیدیم و یه ابرو برداشتن میکرو بیلدینگ، ولی بیشتر منظورش این بود که بگه تازه آیفون 13 خریدم. دقیقاً، اصلا هیچ نه ربطی به ابروش، زینم ابروش فرقی کرده، هنوز پاچه بازیه. کاش حداقل رنگ و قیمتش هم میگفت تا ما خیالمون راحت. راست میگه، یعنی این سایت های فروش مثل دیجی کالا و اینا همه چی رو نوشته، فقط قیمت رو نذاشته. آیفون 13 پرو مکس 256 گیگ مثلا سفیده، قیمت 45 میلیون. قیمت چنده الان آیفون؟ بچه آیفون 13 الان چنده تو ایران؟ آیفون 13 که رجیستر شده باشه قیمتش چنده؟ فکر کنم بالای 60 میلیون اینا باشه تو آخرین چیزی که من شنیدم. ولی این از هموناست که دو قدم تا ترکیه بره ماها رو میلادی میشماره. وای یارو یه هفته رفته بود ترکیه، یه هفته تفته بود یه هفته رفته بود ترکیه، تازه اروپا هم نه، ترکیه اومده بود، گفته بود که چی بود کلمه فارسیش؟ یادم نمیاد. پرابلم نو هاب. با پرواز چارتری یه هفته رفتی ترکیه، اومدی تو میدون تاکسی، بعد تازه فارسیش تو تاکسی به همه ایرانی صحبت میکنن. احمق. کسی سه انگلیسی صحبت میکنه. وقتی میخوای به هر بهانه‌ای شده چش و چالتو و گوشیتو به کراشت غیر مستقیم نشون بدی. بعید میدونم آقا پسری دیگه الان بیاد بگه مثلا دختره آیفون 13 داره برم باش دوست شم. نه، همچین چیزی نیست. شاید اگه برعکسش بود، اتفاقا الان خیلی مود شده، پسرها دنبال شوگر مامی میگردن و دنبال خانمهایی میگردن که خرجش میکنن، چون یه مقداری کار پیدا کردن سخت شده، حقوقا پایینه برای. ولی خب این خانومی که این عکس رو گذاشته بود سن و سالش به شوگر مامی شدن نمیخورد، ممکن بود همون آیفون هم بود. آقا بریم بعدی. آخه اصلا میکرو بیلدینگ ربطی به برداشتن ابرو نداره، آرایش نیمه دائم ابروه. چه چیزایی اومده؟ میکرو بیلدینگ ابرو، آرایش نیمه دائم. یعنی چی نیمه دائم؟ یا دائمه یا موقت دیگه. نیمه دائم یعنی یه تایم طولانی میمونه، منظورش اینه. طرف استوری گذاشته واسه خودم و حضرت یار معجون درست کردم، قبل خواب بخوریمشون و به یه خواب عمیق و لذت بخش برسیم، بازم از زندگی روزمره‌ام براتون میذارم بچه ها جون. حالاش نمیشه، کاش اونی که به زنمم گفته بود میتونه بلاگر بشه رو پیدا. پدر سوخته، یارو استوری زنموش رو اسکرین شات گرفته استوری کرده، یعنی توییت کرده، نمیگه وقت میبینه زنمو؟ چهار تا معجون با حضرت یار و عمو میخواد بخوره، حالا خود چیز دیگه نوشته که به خواب عمیق فرو میریم. نمیدونم جاهای دیگه فرو نمیدونم حالا چی بود، بریم حالا جوابو فکر کنم خنده دار باشه، ولی من به هر چی فکر میکنم با اون معجونا به خواب نمیرم. من همینو گفتم دقیقا. ولی بیشتر بهش میاد بخواد شب و بیدار نگهش داره. دقیقا، چهار تا معجون به حضرت یار بدی، حضرت یار چهار شب بیداره. ببینید فکرتون منحرفه، ای منتظر من یه چیزی بگم ولی نه نمیگم، حضرت یار بیدار میمونه. حالا همین که از 9:30 دارن میخوابن مشخصه قرار چه اتفاقی تو زندگی روزمرهشون بیفته. از کجا فهمیدی 9:30 ساعت؟
او کجا رو نگاه کرده؟ اون پایین سمت راست 21 و 25 دقیقه 4 تا معجون داده به حضرت یار. کاش حداقل بگی معجزه عمود چیه که بهش میگه حضرت. آخه مثلا نه به پیامبر را اینا را اصلا گفتن حضرت، گفت معجزه عمود چیه؟ عجب. اگه راهی واسه خلاص شدن پیدا کردی بگو، منم رو زنداییم اجراش کنم. چی گذاشت زنداییش؟ فکر نمی کنم کسی بتونه مثل من چای بریزه تو دنیا. بعدن براتون رسپی چای ریختنم و میذارم عزیزان دل. چای ریختنم رسپی داره؟ میگفتی چای درست کردن و چای دم کردن یه چیزی، میگفتی مثلا یه کوفت و مرگ قاطیش میکنی، چای ریختن رسپی داره؟ اوزگر ببخشید، البته زندایی بود. آخه اصلا یه اسمش بلاگری نیست، این بیشتر چشم و همچشمیه. کی با 4 تا پسته و 2 لیوان شیر و یه دونه موز چشم و همچشمی میکنه؟ واقعا جاری ببینه؟ جاری بچه ها میدونید کی میشه؟ جاریه خانوم میشه زن برادر شوهرش، یعنی مامانتون و زنموتون جاری هن با هم، چشم و همچشمی میکنن. و گردو اضافه کنیم یه لبل بالاتر، اشتا بکنیم تو حلقه حضرت یار. طرف از 500 تومنی عکس گذاشته نشه. دوستان تو 500 تومن کادو واسه دختر چی پیشنهاد میدید؟ هشتگ جدی، یعنی کاملا جدی با 500 تا تک تومنی میخواد کادو بخره. بنداز صندوق صدقات 70 نو بلا دور شد. راست میگه دیگه، داشت انقدر هزینه نکن برشکسته میشیه. اولا که این توییت کاملا فان ما داریم میخونیم و یه موقع حالا فکر بد نکنید و به پیش خودتون بگی وای شاید طرف پول نداره فلان اینا. کسی که پول نداره یا اینکه توی وضعیت نامناسبیه، همین که طرفشو خوشحال نگه داره، راضی نگه داره، کافی، اصلا نیازی به کادو خریدن نیست. اینشون هم که عکس 500 گذاشته و میخواد کادو بخره، منتظر همین ریپلی، یعنی مرض داره، من مطمئنم. اگر همچین کاری نکنه کی عکس 500 تومانی میذاره یه کادو چی بخره؟ اصلا با 500 تومن الان تو این مملکت چی میشه خرید به جز یه دونه آدامس؟ هم فکر کنم ندن دیگه. بعد طرف نمیشه کادو، اگه مثلا 50000 تومن، 100000 تومن، 10000 تومن حداقل گذاشته، واقعا مثلا میگفتیم برو یه زنجیره بدل بخر مثلا فلان با کلاس برو تقلیم، ولی 500 این مرض داشته. همینو سکش کن ببر با کلاس سر، میگن سکه داده داره. جدی ها، سکه 500 تومانی هم خیلی وقتم هست اومده، این تازه جدیدم نیست. با 500 تومن فقط میتونی دور سرش بگردونی و بندازی تو صندوق صدقه، ولی من از این دستبندها چند نوشو دارم، آدرس بده بفرستم واسه که بهش هدیه بدی. آخه عزیزم چه آدم مهربونی، گفته که آقا اصلا بیا من این دستبندو دارم برات میفرستم تو هدیه بده، اینو کاری نداشته باش اصلا به اون صد تومن. دمش گرم خدایی. دوست دختری که ازت میخواد خونتو بهش کادو بدی چیه؟ مریض روانیه، احمقه. خوناشامی چیزی درشو باز میکنه قلاب میزنه، چیه داستان؟ دوست دختریه که تو انتقال خون کار میکنه و اونا رو واسه مریض ایشالا که به فکرت و میخواد ببره آزمایشگاه بده اونا رو واسه چکاپ. امیدوارم که همین طوری باشه و ببره حداقل یه آزمایش سلامت ازت بگیره. تیپیکال دوست دخترت از این به بعد که برین دیت بده بزنیم. آقا این برنامه شنیدم خیلی ترکونده و کاراکتراش فوق‌العاده خنده‌دارن. آیا پیشنهاد میکنید ببینم تو کامنت؟ برنامه‌های تلویزیونیش هم باید تو کامنت بگیم مزیه. حالا از بین این همه آدم مجبور بودی با ومپایر رل بزنی؟ ومپایر که خون قلب قلب لیوانی تو گردن من نمیخوره که، گاز میزنه از شیر میخوره، از شیر منظورم یعنی از تازه باید باشه. دوست دختریه که اگه یکم دیگه سریال ومپایر نگاه کنه دیگه چیزی از تو نمونه، واقعا سفید میشه دیگه، همه خونتو میمکه و یه خدا نگهدار. اسم این غذا چی میتونه باشه؟ اه اه این چه کثافتیه دیگه، ماکارونی لازانیاست، دونات تعچین ماکارونی، اه چقدر زشت و بد ترکیبه. ماکارونی حرمت داره، جمع کن کاسه گذت، راست میگه، ماکارونی واقعا حرمت داره. میراشکی
قشنگ بود میراشکی. وقتی همزمان رو ماکارونی و نودل و پیراشکی و دونات کراش میزنی، واقعا شبیه همش ماکارونی. گفتم پیراشکی دونات توی ما هست دیگه، نودل رو نگفتم، ولی ماکارونی نودل اینه همه دی. پسری که وقتی میاد خواستگاری این شیرینی رو میاره باید چیکارش کرد؟ 100 نمره هم داره سوالش. پاهای طرفو میبینی اون زیر؟ دو سه تا پا اون زیره. یارو زولبیا بامیه گذاشته، شیرینی خشک گذاشته، بعد از این شیرینی خشکا که روش چیز ژله‌ای بدمزه داره. خیلی واقعا بده اونا. مامان پسر فقط واسه اینکه بامیه و کیکای رمزونشون خراب نشه اومد خواستگاری. چرا حس میکنم روز پنجشنبه از سر خاک جمع کرده آوردین؟ راست میگه، مگه میشه 70 مدل شیرینی رو بکنه توی جعبه؟ کار آقای داماد چیه؟ خیرات جمع کن. یعنی چی؟ هر جا خیرات پخش کنم پسرم جمع کن. انگار گشنش بوده اینو گاز زده. وای چه چشمای تیزبینی دارن بعضیا، یعنی ببین مون رو از ماست کشیده بیرون. حس میکنم باقی شیرینی های عید رو به همراه زولبیا بامیه های مونده افطار دیشب برداشته آورد. واقعا دیگه چون عید فطرم روز عیدتون مبارک، نماز روزاتون قبول باشه، امیدوارم که ماه رمضان رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و طاعات و عباداتتون قبول. اینا رو میگن دیگه، نه امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه. دقیقاً هم موقع عید فطر، آره دیگه عید فطر میشه و بریم جمع کنیم آتو آشغالای تمونده رو ببریم بریم خواستگاری. خواسته خلاقیت به خرج بده. خب ریده با اون خلاقیت به خرج دادنش، مادر عروس اونو ببینه تیغ میرینه از تعجب. چرا باید 70 مدل شیرینی بکنید توی جعبه؟ به نظرتون زشت اینجوری برم مراسم عروسی اکسم و رفیق صمیمیم؟ اگه داری راجع به لباست حرف میزنی که آره زشته لباسه، بیاد خوشگلم نیست. اگه داری منظور رو میرسونی که اکست با رفیق صمیمیت با هم ازدواج کردن و به تو خیانت کردن، تو هر جوری بری اوکیه، فقط برو برین تو مجلس. بعدش هم حتما میخوای رقصیدنی رو سرشون شاباش بریزی. اتفاقا الان باید لباسای مریم امیر جلالی رو بپوشی با خلق و خوی اون بری مراسم. راست میگی، یه دونه پیرن بلند گلگلیا و قاطی بازی بری مراسم. اکستون و رفیقتون بهتون خیانت میکنن، بعد مراسم دعوتتون میکنن. یا پنج تا ما هم همین رو گفتیم دقیقا. اتفاقا باید میکاپ کنی و بهترین لباست رو بپوشی تو ببینه چی از دست داده. به نظرم اینجوری قهوه‌ای بپوشی بهتره، به رنگ و تم مراسمشون هم بیشتر میاد. سر اینکه ریدنده تو جدی و قهوه‌ای بپوشی بری. کاش یاد بگیرید تو دیت اول کادو ندین. من ازش خوشم نیومد اصلا. بیچاره طرف گناه داره. عرف نیست طرف دیت اول کادو بخره بده. ولی طرف انقدر برای تو احترام قائل بوده که برات کادو اصلا کوفت خریده باشه. یه چیز کوچولو، یه شاخه گل، یه چیز بدل، اصلا هر چیزی. امیدوارم که ریده باشن بهتن. من دیت اول با طرف دعوام نشه شاکاکم، چه برسه به کادو. اینکه خودش دختره، تازه دو قرتونیمش هم باقی. دیت اول کادو میدیم به خدا، من یه هفته از تازه معنی دیت دو فهمیدم، اونم باز مطمئن نیستم. این از اوناست که بعد کات کردم میگه کادوهامو پس بده. آفرین. دقیقاً. پس چرا تو دیت اول به من گفت این چون واسه آشنایی دونگی حساب طرف دونگه؟ چیزی که طرف خورده رو ازش گرفته، بعد این پدر سگ کادو هم گرفته و شاکیه. نباید با پشت دست بزنید تو دهنش. اینا رو از کجا پیدا میکنین؟ واسه من تازه بعد 3 سال با پول خودم برام کادو گرفت. خود ازگلت اون پسر اصلا همچین مدل پسری از کجا پیدا کردی که یارو بعد 3 سال با پول خودت برات کادو خرید؟ من اصلا خودم توی دوروبریای خودم، توی دوستای خودم، تو فامیلای خودم همچین چیزی ندیدم. شما دیدید؟ به این خانم تو کامنت تو بنویسید مگه میشه همچین چیزی آخه. یکی به خودش میگه تو اسکلی رو از کجا گیر آوردی؟ ولی به من آهنگ مورد علاقه‌مو هدیه داد تو دیت اول و من چند برابر عاشق شدم. مورد شور تو ببرن. حتی من خودم عاشق این آهنگم، آهنگ ددان و کوروش، آهنگ ساقی، خیلی آهنگشو دوست دارم. کادو بهت داد یعنی مثلا چیکار کرد؟ مثلا موبایلشو در آورد عزیزم این هدیه من به تو، زارت پلیو زده مثلا برات گذاشته. What? بچه ها دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اینم از توییت های سمی و خنددار، سمی ترینش این آخریه بود به نظرم و اون ماکارونیه که اصلا یه چیز وحشتناکی بود. شما هم نظرتون رو توی کامنت حتما برام بنویسید. یادتون نره که این ویدیو رو هم حتما لایک کنید، سابسکرایب کانال یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید، اینستا و توییتر من همین بالا میاد، حتما فالو کنید واسه چالش های بعدی. خیلی 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 دوستتون دارم. به زودی با ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا پیس.